من یاد خداوند بزرگ و مهربان با عرض سلام و وقت بخیری خدمت هم شما هموطنان عزیز، امیدوارم هر کجایی که هستین خوب و جور و صحتمند و سرحال باشین. تشکر از همراه شما دوستایی که همیشه بیننده برنامه وکتور آزمون هستین و بر ما نظریات نیکتون ارسال میکنین، پیام‌های زیبایتون بر ما ارسال میکنین و همچنان از طریق یوتیوب تلویزیون طلوع هم میتونین بیننده برنامه وکتور آزمون باشین. ما منتظر نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتی که حتی شما دوستین در برنامه ما مطرح بسازین هستیم و همچنان برنامه وکتور آزمون یک برنامه رقابتی هست، در پهلویش یک برنامه آموزنده هست برای شما دوستایی که بیننده هستین تا بتونیم سطح اطلاعات عمومی ما را بلندتر کنیم و همچنان در پهلویش یک رقابت دوستانه هست به خاطر 30,000 افغانی و هر هفته پنج شب شب ها ما یک برنده داریم که با 30,000 افغانی میرن به طرف خانه های خود. و در برنامه امشب دو گروه با هم رقابت میکنن و کوشش میکنن که یک گروه برسن به مرحله نهایی. ببینیم خوشانس امشب کی هست و کدام گروه هست که میتونن برسن به مرحله نهایی ما و رقابت کنن. اما در آغاز برنامه جا داره تشکری کنیم باز هم از دوستایی که در تالار تشریف دارن و آمدن و ما را همراهی میکنن. تشویق کنین هم خودتون و هم دو گروهی که در برنامه هستن. سلامت باشین، تشکر. و همچنان یک سپاسگزاری خاص داریم از انرژی وکتور. با نوشیدن انرژی وکتور هر بازی را به پیروزی تبدیل کنید و مثل ستارگان بدرخشید. انرژی وکتور بنوشید و پیروزی را از آن خود بسازید. یک انرژی فوق العاده مزه‌دار هست، حتما امتحان کنید. و حالا هم میریم با دو گروهی که امشب در برنامه هستن معرفی میشیم. امشب 6 اشتراک کننده داریم در برنامه که هر 6 اشتراک کننده ما در پهلوی ازی که با هم رقیب هستن دوست هم هستن. دو گروهی هستن که با هم دوست هستن، گروه محمدی 1 و محمدی 2 که در برنامه وکتور آزمون اشتراک کردن و رقابت میکنن. آغاز میکنیم با گروه محمدی 1 که فرشته جان سرتیم هستن. سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. به نام خدا، سلام خدمت شما تیم مقابل، حاضرین در تالار و تمام کسایی که از طریق تلویزیون طلوع ما رو بیننده هستن. فرشته محمدی هستم، سرتیم گروه محمدی و هم تیمیایم هر کدامشان تمنا جان و موبینا جان هستن که ما دوست هستیم. بسیار عالی. چند سال میشه دوست هستین؟ یک سال میشه تقریبا. بسیار عالی. با تیم مقابل با کدامشان شناخت دارین؟ امرای کلشان آشنایت داریم. دوست هستیم. خب بسیار عالی. چقدر مدت میشه کنها را میشناسین؟ کل ما تقریبا یک سال میشه دیگه دوست هستیم. بسیار عالی. کدام تان پیشنهاد دادین که بیایم بریم در برنامه وکتور آزمون و یک رقابت دوستانه داشته باشیم؟ شگوفه. بسیار عالی، تشویقشان کنیم. پس حالا هم میریم طرف تیم مقابل، تیم حریف و تیم دوست مقابل. شگوفه عزیز خوش آمدین، سلام، وقت بخیر. تشکر، سلامت باشین. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. در نخست سلام و درود خدمت شما مجری موفق برنامه وکتور آزمون، تیم مقابل، حضوران در تالار و کسانی که بیننده برنامه وکتور آزمون می باشن. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند و پیروزتر از دیروزتان پیروز باشین. شکوفه محمدی هستم، سرتیم گروه محمدی و با دو تا از بهترین دوستای اشتراک کردیم که اسمشون را از خودشون شنوندن باشه. بله، فرزانه جان. به نام حق، به نام عشق مطلق. سلام و درود و خسته نباشید خدمت شما موجی گرامی و بینندگان عزیز. فرزانه نظری هستم، عضو تیم محمدی. خیلی خوش آمدین آمنه جان. شما هم؟ به نام خداوند زمین زمان، به نام خداوند مهربان، سلام و درود احترام محضر همگی شما. آمنه حسینی هستم، یکی از اشتراک کنندگان وکتور آزمون. بسیار عالی. آغاز میکنیم مرحله اول برنامه خود را با تیم محمدی 2 که شکوفه عزیز سرتیم هستن. سوالات مرحله اول برنامه ما سوالات 4 گزینه‌ای هست. هر سوال 20 امتیاز و 30 ثانیه فرصت دارین. آماده هستین؟ بریم به خیر طرف اولین سوال. موجودات زنده به اساس کدام خواص از موجودات غیر زنده فرق می شود؟ گزینه اول تکثر، گزینه دوم تنفس، گزینه سوم تغذیه و گزینه چهارم همه درست است. با هم مشورت کنید. 30 ثانیه شما آغاز شده. گزینه چهارم. مطمئن هستین؟ بله. یعنی فرق موجودات زنده در با غیر زنده در تکثر، تنفس و تغذیه هست؟ بله. کدام تان بیشتر مطمئن هستین؟ هسته ما هم نظر هستین. بله. پس شما هم هم نظر هستین و وقتتون هم رو با اتمام است. پس با هم میریم میبینیم آیا جواب درست هست یا خیر. بله،
کاملا درست. یک سوال بسیار آسان و ساده که در صنف 4 و 5 خواندیم فکر کنم و بسیار آسان هم بود. تکثر خب مطمئنا به خاطر بقای نسل است که موجودات زنده انجام میدن و همچنان تنفس و تغذیه. بریم طرف سوال بعدی. در برازم افریقا با کدام زبانها تکلم می شود؟ گزینه اول زبانهای سامی، گزینه دوم زبانهای محلی، گزینه سوم هر دو درست است، گزینه چهارم هر دو غلط است. 30 ثانیه شما آغاز شدم. یک سوالی است که برمیگرده به مضمون جغرافی ما، چون در رابطه با نژادها خواندیم در جغرافی. و در جغرافی سنف 9 هست. گزینه دوم هر دو درست است. مطمئن هستید؟ یعنی در برازم افریقا هم به زبانهای سامی و هم به زبانهای محلی هست که هر دو درست است. گزینه سوم ما هست. گزینه سوم. مطمئن هستید؟ بله. جواب را قفل کنیم؟ بله. چون وقت شما به اتمام رسیدن ناگزیر گزینه را قفل میکنیم و میبینیم آیا جواب درست هست یا خیر. بله کاملا درست. در برازم افریقا هم به زبانهای سامی و هم به زبانهای محلی متشکل از چندین زبان هست تکلم میکنه. بسیار عالی. شما تونستین که در مرحله اول برنامه 40 امتیاز را از آن خود بسازین. حالا هم میریم طرف تیم رقیب و رفیقشان. تیم محمدی یک که فرشته عزیز سرتیم هست. تمنا مبینا و فرشته. میریم طرف اولین سوال از گروه محمدی یک. تمام موجودات زنده به چند شکل تکثر میکنند؟ گزینه اول 3 شکل، گزینه دوم 2 شکل، گزینه سوم 4 شکل و گزینه چهارم هیچ کدام. با هم مشورت کنین موجودات زنده به چند شکل تکثر میکنن؟ 3 شکل، 2 شکل، 4 شکل و یا هم هیچ کدام از اینا. پانزده ثانیه فرصت دارین هنوز هم و متوجه به زمانتان هم باشین که 5 ثانیه فرصت دارین. 4 3 2 1. دو شکل. و وقت شما هم به اتمام رسید. شما گفتین که 2 شکل و در ثانیه آخر بود. فکر کنم این ثانیه آخر یک ثانیه که باقی مانده شما پاسخ دادید. میبینیم آیا 2 شکل جواب درست هست یا خیر. بله کاملا درست. و 2 شکل هست که به شکل زوجی و یا هم غیر زوجی موجودات زنده تکثر میکنن و کوشش کنید که بیشتر متوجه تایمتان باشین. اگر فقط اندکی بر ثانیه شما دقت نمی کردید دیگه با جواب درست شما هم اشتباه می شد به خاطر که در ثانیه آخر بر ما پاسخ دادید. درست است؟ دقت کنین و سرعت هم داشته باشین چون 30 ثانیه فرصت زیادی هست. بریم طرف سوال بعدی. حوزه های آبگیر افریقا کدام ها اند؟ گزینه اول دریاهای حوزه مدیترانه، گزینه دوم دریاهای اقیانوس هند، گزینه سوم دریاهای حوزه اقیانوس اطلس و گزینه چهارم همه درست است. وقتتان آغاز شده با هم مشورت داشته باشین. دریاهای حوزه مدیترانه، اقیانوس هند یا اقیانوس اطلس یا هم همگی کدامش درست است؟ از حوزه آبگیر افریقا کدام ها هستند؟ 15 ثانیه. 10 5. گزینه چهارم همه درست است. 4 3 2 1. گزینه چهارم همه درست است. کدام تان بیشتر تاکید داشتین؟ تمنا. مبینا؟ تمنا. تمنا جان معلومات داشتی؟ تا جای رو. خب تا جای معلومات داشتن. میبینیم آیا جواب درست هست یا خیر؟ کاملا عالی و بله جواب شما درست بود. حالا هم میریم طرف مجموعه امتیازات. تیم محمدی 1 40 امتیاز و تیم محمدی 2 هم 40 امتیاز را از آن خود ساختند. امتیازات چون در مرحله اول برنامه مساوی بود و حالا هم میریم طرف یک وقفه خیلی کوتاه و برمیگردیم. ادامه برنامه ویکتور آزمون خوش آمدید دوستان. می‌رسیم به مرحله دوم برنامه و در مرحله اول برنامه هر دو تیم تانستن که 40 امتیاز را از آن خود بسازن. در این لحظات از برنامه هم یک تشکری خاص می‌داشته باشیم از انرژی ویکتور. با نوشیدن انرژی ویکتور هر بازی را به پیروزی تبدیل کنید و مثل ستارگان بدرخشید. انرژی ویکتور بنوشید و پیروزی را از آن خود بسازید.
حالا هم تشویق کنین هر دو تیم را، بریم طرف تیم محمدی یک. فرشته، تمنا، مبینا آماده هستین؟ بریم طرف سوالاتی که فقط 15 ثانیه فرصت داریم، 15 امتیاز داره و جوابش هم مطلق هست، یعنی فقط یک جواب داره و جواب درست را هم شما بر ما میگویید، درست است؟ بریم طرف سوالات؟ بریم. خب، اولین سوال، گرفتن اکسیژن و آزاد نمودن کربن دای اکساید در موجودات زنده را چی میگویند؟ عملیه تنفس. مطمئن هستین؟ کدام تا معلومات داره؟ تمنا. تمنای عزیز میگن که عملیه تنفس و وقتتان هم به اتمام رسید. با هم میبینیم آیا جواب درست هست یا خیر. بله، کاملا درست. ما در صورت وقتی که تنفس میکنیم اکسیژن را از هوا میگیریم و کربن دی اکساید را دوباره آزاد میسازیم و همچنان درختان هم همین عملیه را انجام میدن که در روز کربن دی اکساید را جذب میکنن و اکسیژن تولید میکنن، اما در شب باز برعکس است. درختها کربن دی اکساید را آزاد میکنن و اکسیژن را جذب میکنن، اما ما در کل همیشه اکسیژن را جذب میکنیم، کربن دی اکساید را آزاد میسازیم. و میریم طرف سوال بعدی. بعد از وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی به خلافت رسید؟ وقت شما آغاز شد، 15 ثانیه فرصت داری، فقط نام شخص را بر ما بگویید. دو، یک. جوابتان اگر درست هم باشه امتیاز را از آن خود نمیسازین، فقط شما بر ما بگویید چی مد نظرتان بود که جواب بدین؟ نمیفهم دیگه، این سوال کمک ذره سخت. دو جواب داشتم برای زیاد خاطر. خب بگوین کدام جواب بود؟ حضرت عمر رضی الله عنه و امام علی. خب بسیار عالی. دو گزینه را شک داشتین، حضرت عمر و امام علی یا حضرت علی. میبینیم. خب چون ثانیه های شما با اتمام رسیده بود و سوال قبلی هم امتیاز شما کم شد و منفی 7 شده، اما حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جواب درست بود که حضرت ابوبکر از جمله یاران حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند که از جمله اولین کسانی هستند که به اسلام رو آوردن و همچنان سرعت خیلی زیاد خود در راه تبلیغات اسلام و اهداف اسلامی خرج کردند و بعد از حضرت ابوبکر خلافت به حضرت عمر فاروق رسید و باز همین سلسله ادامه داشت که باز اشخاص بعدی رسید. خب خیر باشه، شما 8 امتیاز رو در این مرحله از آن خود ساختید. تشویقشان کنین دوستا، بریم طرف تیم مقابلشان. شگوفه؟ بله. بریم طرف سوالات؟ بله. اولین سوال از شما، انسان ها و حیوانات عالی توسط چه تنفس میکنن؟ ما توسط انسانات و حیوانات توسط چی تنفس میکنیم؟ انسان ها و حیوانات عالی توسط بینی. توسط بینی و دهن. خب توسط بینی و دهن، ما خب مطمئنن که توسط بینی و دهن هوا رو جذب میکنیم، یعنی میتونیم که بگیریم. حیوانات هم دارن دیگه، بینی و دهن همگیشون دارن. میبینیم ها جوابتون درست هست یا خیر. متاسفانه جواب اشتباه هست. توسط دهن و بینی ما اکسیژن را جذب میکنیم، اما توسط ششها هست که ما میتونیم تنفس کنیم، درست است؟ خب خیر باشه، میریم طرف سوال بعدی. دقت زیاد کنیم، 15 ثانیه هم فرصت زیادی هست به خاطر اینکه جواب درست را پیدا کنیم. بعد از وفات حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کی به خلافت رسید؟ و شما متوجه تایم تانم باشین که فقط حالا 15 ثانیه که 7 ثانیهش هم باقی مانده. 5، عثمان. 4، 3، 2، 1. منظورتان از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هست. خب بسیار عالی، با هم میبینیم آیا حضرت عثمان جواب درست هست یا خیر. بله کاملا درست. حضرت عثمان سومین خلیفه ما مسلمانان هستند که شغلشان هم بازرگانی بود و در خانواده توانگر هم به دنیا آمده بودند و زیست میکردند. خب بسیار عالی،
حالا هم میریم طرف مجموعه امتیازات که تیم محمدی 1 48 امتیاز و تیم محمدی 2 هم تانستن که 55 امتیاز را از آن خود بسازن. تفاوت امتیازات چون کمی کم هست، یعنی خیلی زیاد نیست. اگر در مرحله سوم هر دو اشتراک کننده ما یا کسانی که در برنامه هستن کوشش کنن که امتیازات مکمل را از آن خود بسازن، هر کدامشان شانس و ای دارن که برنده شوند. فقط دقت داشته باشن و سرعت داشته باشن، برشان شانس خوب هم آرزو میکنیم. اما حالا میریم طرف مرحله سوم برنامه. قبل از همه یک دمی خیلی کوتاه میکنیم و برنامه میرسه به مرحله اخیر برنامه، مرحله سوم برنامه که یک مرحله خیلی حساس است. در این مرحله یک تیم میرسه به مرحله بعدی که مرحله نهایی برنامه ویکتور آزمون هست و یک تیم هم همراه ما خداحافظی میکنن و نمیتونن که رقابت کنن به خاطر 30,000 افغانی. به هر دو تیم چانس خوب آرزو میکنم و جا داره در این لحظات از برنامه هم تشکری کنیم و دوستایی که همین لحظه با برنامه ویکتور آزمون پیوستن. جهان سپاس از شما. میدونین که اگر برنامه رو به صورت مکمل تماشا نکردین از طریق کانال یوتیوب تلویزیون طلوع هم بیننده برنامه ویکتور آزمون باشین و جهان سپاس از شما دوستایی که در آغاز برنامه تا ما رو همراهی کردین و با نگاه های گرمتان برای ما قوت بخشیدین تا بتونیم یک برنامه خوبی رو تقدیم شما دوستا کنیم. حالا هم آغاز میکنیم مرحله سوم برنامه خود را که سوالات صحیح و غلط هست. هر سوال ما 15 ثانیه فرصت و 15 امتیاز داره. آغاز میکنیم با تیم محمدی 2 سوالات صحیح و غلط را. آماده هستیم؟ بله. شگوفه، فرزانه و همچنان آمنه، مرحله خیلی حساس است، دقت زیادتر داشته باشین. اولین سوال: هنگام بلند شدن از رکوع تسمیه و تحمید میگوییم، صحیح یا غلط؟ پنج، چهار، سه، دو، یک. مطمئن هستین؟ بله. معلومات داشتین؟ بله. کدامتان؟ هر سه ما. خب میرم اینیم با هم، آیا جواب درست هست یا خیر؟ بله، کاملا درست. حالا میشه معلوماتی رو که شگوفه جان داشتیم بر ما شریک بسازیم؟ ما بعد از رکوع که میگیم سبحان ربی العظیم و به حمدی، بعد استاد میشیم میگیم سمع الله لمن حمده. بله، یعنی خداوند تسبیح میکنیم با ایزی کلمات. بله، کاملا درست. و بعد از اون باز به حالت رکوع میریم. بله. که در هنگامی که از رکوع بلند میشیم تسمیه و تحمید میگیم. بله. بسیار عالی. حالا هم میریم طرف سوال بعدی. صفات ذاتی صفاتی است که نسبت ضد آن به الله تعالی درست نیست، صحیح یا غلط؟ صفات ذاتی صفاتی است که نسبت ضد آن به الله متعال درست نیست. پنج، درسته. چهار، سه، دو، یک. فرزانه جان مطمئن هستین؟ سوالتان واقعا صفات ذاتی یک رقم گفتین که داخلش صفات ذاتی صفاتی است که نسبت ضد آن به الله متعال درست نیست. پس گفتن که جواب درست است. با هم میبینیم؟ بله، کاملا درست. بسیار عالی. با وجود که فرزانه درست سوال متوجه هم نشدی، هم جواب درست را بر ما گفتی. حال متوجه شدی فرزانه جان؟ خب بهتری بر ما مثال بدین؟ صفات ذاتی خود؟ بله. یعنی خداوند در ذات خود رحمان است و رحیم است. بله، مثلا یکی از صفات ذاتی خداوند با مثلا که به ضد آن نمیتونیم اونا را تعریف کنیم و یا هم نسبت داده شود، طوری که شما گفتیم مثلا به بودن مهربان بودن و رحیم بودنشان هست. بریم طرف سوال بعدی از رقیبای شما، برشان چانس خوب آرزو کنید. بله. چون تفاوت امتیازاتتان کم است اما شما امتیازاتتان بیشتر هست، تشویقشان کنیم دوستا. خب فرشته جان، تمنا جان و مبینای عزیز، تفاوت امتیازاتتان بسیار کم هست اما هر دو سوال را در این مرحله تیم مقابل شما پاسخ دادن، درست است؟ شما هم کوشش کنین که هر دو سوال را بر ما پاسخ درست بدین. بریم طرف اولین سوال. کعبه شریف در مکه مکرمه موقعیت دارد، صحیح یا غلط؟ 15 ثانیه شما آغاز شده. درست است. مطمئن هستین؟ آه. وقت هست. قفل کنیم؟ قفل. چهار، سه، دو، یک. میریم طرف جواب سوال.
و کاملا درست، بسیار عالی. شما هم 15 امتیاز را از آن خود ساختین و طرف سوال بعدی میدین. از تیم مقابلتان در رابطه با صفات ذاتی پرسان کردیم و حالا صفات فعلی صفاتی است که نسبت دادن ضد آن هم به علای تعالی درست است. صحیح یا غلط؟ غلط است. مطمئن هستین؟ مطمئن نیستین؟ 50-50 بگیم. چی کنیم؟ صحیح یا غلط؟ غلط است. پس شما گفتین غلط است. با هم میبینیم؟ متاسفانه جواب شما اشتباه هست و 15 امتیاز شما منفی 7 شد. جواب درست بود. صفات فعلی صفاتی است که نسبت دادن ضد آن به علای متعال درست است و شما گفتین که اشتباه هست و متاسفانه امتیاز شما منفی 7 شد و 8 امتیاز را شما در مرحله سوم هم از آن خود ساختین. دوستان اگر موافق هستین میریم طرف مجموعه امتیازات هر دو تیم، میبینیم که کدام تیم برنده شدن و راه پیدا کردن به مرحله نهایی برنامه وکتور آزمون. تیم محمدی یک تانستن که در مجموع 56 امتیاز را در سه مرحله از برنامه از آن خود بسازن. مبارکشان باشه و تشویقشان کنیم دوستان. و حالا هم تیم محمدی دو در سه مرحله از برنامه تانستن که 85 امتیاز را از آن خود بسازند. تشویقشان کنین دوستان. و تیمی که برنده شدن تیم محمدی دو، شگوفه، فرزانه و آمنه عزیز هستن و راه پیدا کردن به مرحله نهایی ما. مبارکتان باشه، انشاءالله همیشه همین قسم موفق و کامگار باشه. تشکر، سلامت باشین. حالا هم تشکری خاص می داشته باشیم از تیم محمدی یک، از فرشته جان، تمنا جان و مبینا جان. انشالله همیشه موفق و کامگار باشین و تبریکتان باشه که دوستایتان به مرحله بعدی راه پیدا کرده. تشکر، زنده باشین و همیشه خوش و صحتمند سر حال باشین. بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه و تشویق کنین تیم محمدی یک را هم. حالا هم دلیل از از برنامه جا داره یک سپاسگزاری خاص داشته باشیم از انرژی وکتور. با نوشیدن انرژی وکتور هر بازی را به پیروزی تبدیل کنید و مثل ستارگان بدرخشید. انرژی وکتور بنوشید و پیروزی را از آن خود بسازید. یک انرژی فوق العاده مزه‌دار و تشکر از انرژی وکتور که حامی مالی برنامه وکتور آزمون هستند. در اخیر برنامه هم جا داره سپاسگزاری کنیم از دو گروهی که امشب در برنامه بودن. شما دوستانی که ما را تشویق کردین و شما بیننده های عزیزی که تا این دم ما را همراه بودین. جهان سپاس از تک تک شما دوستان و تشکر میکنم از شما هموطنان گلم که همیشه بر ما نظریات نیکتان ارسال کردیم. ما منتظر نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما دوستان هستیم. تا برنامه بعد که بازم در حضور شما دوستان قرار میگیریم، شما رو به خداوند بی همتا میسپارم. شاد و موفق، خداحافظ.